وقتی جلوی چشم من سه تا جوان رو با پاترول زدن پرت کردن، من چه حالی بودم اون لحظه. زدن با پاترول، زدن سه تا جوان رو کشتن جلوی چشم ما، بدن اینها سرد شد. آقای دکتری که در آلمان هستید، شما کجایین؟ شما کجایین که ببینین میزنن؟ شما کجایین که ببینین انگشتای یه بچه رو همچین با چاقو زدن که پرت شد توی جوب انگشتاش و دستش غرق به خون شد جلوی چشم من؟ شما انتظار دارید من اون لحظه وایسم نگاه کنم؟ ما داریم در خون شنا میکنیم، ما داریم انگشتای پریده شده یک بچه رو توی جوب آب میبینیم، ما داریم سه تا جوان رو میبینیم که جلوی چشم ما زیر پاترول سیاه بدنشون یخ زد، مثل کیسه سیمان از روی اینا رد شد پاترول. شما چی دارید میگید؟ دارید با چی حرف میزنی؟ مگه اینجا هلنده؟ مگه اینجا آلمانه؟ مگه اینجا لس آنجلسه؟ اینجا تهرانه؟ اینجا شهر خونه؟ امروز در دانشگاه علم و صنعت ریختن با اتوبوس و مینوبوس ریختن داخل دانشگاه، قل و قم کردن بچه ها رو، با آجر و با سنگ سر بچه ها رو شکافتن این حرامزاده های نجس بسیجی. با کی دارید حرف میزنید شما؟ امروز بچه های بسیجی رو بچه های دانشگاهی رو قل و قم کردن در دانشگاه علم و صنعت. امروز جنازه هاشون هم کشیدن بردن بیرون. عاشورا امروز بود. مظلومان ما امروز در دانشگاه علم و صنعت بودن. حسین های شهید امروز در دانشگاه علم و صنعت بودن. ما دیگه نمیشینیم تماشا کنیم کتک بخوریم. ما دیگه نمیشینیم تو سرمون بزنن. ما دیگه نمیشینیم سهراب رو ببرن زیر خاک بکنن، ندا سلطان رو زیر خاک بکنن و ما بشینیم آبگوشتمون رو بپزیم، قرمه سبزیمون رو بپزیم و به بچه هامون بگیم بشی تو خونه بیرون نرو. نه، ما دیگه میریم اول صف، ما میریم اول صف کتک میخوریم و کتک میزنیم. آقای دکتر، ما دیگه کتک میزنیم از این به بعد. من از کسانی بودم که روز عاشورا جلوی صف میگفتم حمله کنید، فرار نکنید. برای چی دارید فرار میکنید؟ از چی دارید فرار میکنید؟ من از کسایی بودم که موتور یگان بیچاره زیر لگده کردم و کتک خوردم و افتخار میکنم به تمام چبوکی های بدنم، افتخار میکنم به تمام دست و پام که سیاه هستش، افتخار میکنم به گلوی دریده شدم چون فریاد آزادی ازش اومد بیرون. به ما نگید بشینید، ما نمیشینیم. به ما نگید سکوت کنید، ما سکوت نمیکنیم. به ما نگید کتک نزنید، ما میزنیم. ما آتش میزنیم، ما پاره میکنیم، ما به همه چیز این رژیم حمله میکنیم. از این به بعد به همه چیزش حمله میکنیم. دیگه فقط مرگ بر خامنه ای نیست، دیگه به این راحتی ها دیگه نیست. این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. آقای دکتر، آقای مهندس، جناب میلیونر، جنابی که هزار تا خدمتکار داری توی اروپا و تو امریکا و یک قرون به پرژن رادیو کمک نمی کنی، آقایون خوشنشین اروپا و امریکا، شما هایی که شرابتون شراب 10-15 ساله فرانسه هست سر میز شامتون و به پرژن رادیو یک قرون کمک نمی کنی. ما هستیم، ما دیگه صدامون خفه نمی کنیم. ما از این به بعد فریاد بر سر رژیم فرود خواهیم آورد. دیدار بعدی ما در خیابان‌های تهران، دیدار بعدی ما، ما منتظر هستیم جنبش سبز تصمیمش رو بگیره دیدار بعدی چه خواهد بود. دیدار بعدی ما در خیابان‌های تهران با مشت‌های گره کرده و با خشم فراوان ایرانی، با خشم رستم بزرگ، بابک خرم‌دین،